سلام، شنبه روز شما بخیر. خوش آمدین به مجله صبح امروز. در آغاز برنامه بس خبری از مهمترین خبر افغانستان و بیرون از افغانستان بود که تقدیم شما شد. در ادامه مجله صبح امروز موضوع ما در پیوند به افزایش ماین های مغناطیسی در کشور است. اگر در همین مورد پرسش و دیدگاهی دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار دارم. در انفجار در شهر کابل صبح امروز یما سیاوش از خبرنگاران پیشین کشور جان باخت. راه ارتباطی برنامه 0791-300-654 شما را به گونه مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه، میتونین سر به نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز دات ای اف بزنین. موضوع برنامه اونجا پست شده، پای پست مرتبط به موضوع امروز. دیدگاه و پرسش اگر دارین بنویسین، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. مهمان ما جناب فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، حضور پیدا کردن تا به گونه مستقیم به پرسش های شما پاسخگو باشند. جناب فرامرز، خوش آمدین، صبح شما بخیر. سلام به شما، صبح شما بخیر، صبح بینندگان مجله صبح و اجازه بدین به شهدای اخیر حملات روسی در کشور درود بفرستیم و نفرین بفرستیم به عاملین رویدادهای تروریستی که همواره به پیکر روشنایی و علم و دانش و عطایی که خبرنگارای ما صدمه وارد میکنن. متاسفانه در انفجار صبح امروز آقای سیاوش از خبرنگارای خوب کشور ما به شمار دو تن دیگه به شهادت رسیده که قضیه تحت کشف است. به دست ما درست روی جزئیات این حمله، نوع حمله هنوز مشخص شده یا خیر؟ خب ماین کارگزاری شده در واسطهشان بوده که از قبل جابجا شده بوده این ماین، نوع ماین مغناطیسی، و بیشتر جزئیات تکنیکیش همکارای ما تیم بررسی به حادثه است در محل، اونا بعد از ختم بررسی خود شریک میسازن. درست، تشکر. نخستین تماس برنامه را پاسخ میدیم و برمیگردیم به شما. بیننده ما روی خط هستن، تماسشان را پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. بله سلام، سلام به شما، سلام به تمام ملت افغانستان. عرض تسلیت میکنم برای فامیل سیاوش صاحب، بکتاش یمای سیاوش، بکتاش سیاوش. ما شما نمیخوایم تا که ما عرض تسلیت بگویم، ما تا که منش یک جهان افغان عشق بریزانم، تا که ما گریان کنم و خودم شرم است که ما عشق میریزانم. ما به پرتون کابل عشق ریختاندم، ما به حال عشق میریزانم. مگم من ایسی یک کسی که ما 16 سال در قماندانی همه کابل وزیفه اجرا کردیم. من نمیگم که مرا بگیرین، بلیاز خدا من در روزی تیاز هستم بگیرین. مرا من ایسی اگم کارتان بگیرین. چرا این فرامرز مر در شعبه خود تلویز چیزی که برش گفتم یاداش گرفت، چرا اجرات نمیکنه؟ چرا این خدا را حاضر نمیبینه؟ چرا قرآن حاضر نمیبینه؟ چرا با حاضر نمیبینه؟ من ایسی یک کابلی، من ایسی یک بچه افغان، هیچ از کابل نی از افغانستان. من کس 16 سال در قماندانی همه کابل وظیفه اجرا کردیم. من به خاطر وطن خود همیال سر خود بتم افتخار میکنم. چرا از من کار نمیگیره؟ من یک روز 5 دقیقه نمایشی در شعبه خود تو این بنده خدا تلویز گپایی که برش گفتم حق ناق یاداش گرفت. چرا این من ایسی یک افغان، من ایسی یک مسلمان همی از کابل آمد، چرا اجرات نمیکنه؟ چرا این خدا را، چرا قرآن حاضر نمیبینه؟ من نمیگم ما در میدان مانده مرا در وظیفه بگیرین. خیر نوکرتان وارم، موجودتان وارم، مادن که ما براتان وظیفه اجرا کنم. از وطن خود، از کابل خود، از افغانستان خود، از اوزه کابل ما دفاع میکنم. تنها از این دست خالی خود، از این جان خالی خود. مگم باور کنین، به خدا قسم، یعنی باور کنین، مرا فرامرز صاحب در شعبه خود خواست. ما چیزایی که گفتمش گفت درست است، ما اجرات میکنیم. مگم نکرده همون مردمان فیرن در کابل در این پوست هستن، قرآن حاضر ببینین، خدا را تشکر، تمیز انصار حاضر ببینین. مگم سعی کنه برادر قطع نکنین گپ مرا. و کس استم، من 16 ساله، من بچه شهر کابل هستم، وطن دوست هستم. من تماما بزرگا را برش احترام دارم، تماما شخصیت ها را پیش. من بسیار قماندانه همه بابرو با عزت کارکن هستن. عبدالرحمن صاحب رحیمی بود، جنرال صاحب زایر بود، سالنگی صاحب بود، همه تار امرای اوزه بودن، کماندان های سپاه بودن، مگم معاملگرا نبودن. باور کنین اینا یک قطعه دارن به نام عبوج، خودم وظیفه اجرا کردیم به نام سایه سبز میگن گریزون. باور کنیم خوب مواد خوراکه را سر سخت تا میکنن، سایه منصبش میگه حق مرا بتین، سایه منصبش حق خودم میگیرم میخورم. تشکر، تشکر از اینکه تماس گرفتین. صحبت جناب فرامرزم می داشته باشیم. تشکر از این دوست ما که تماس گرفته بودن. خب
مشخصا به موارد که اینا مطرح ساخته بودن بس همکاری مردم ماست که ما سپاسگزار هستیم، حتما در جریان قرار ندارن، در تعداد موارد که اینا گفته بودن مستند بوده برش رسیدگی شده، بس بس همکاری است. ببینن وقت ما مسئولیت شهروندی خود را ادا میکنیم، نباید ایره منت بگذاریم بگ نفع بالای نیروهای امنیتی. این همکار ما میشه تماس داره با بزای مختلف و بعض اوقات موارد را شریک می سازن که ما تشکری میکنیم ازشان، اما بعض پیگیریش به همکارای ما به شکل جدی موارد را پیگیری میکنن و یک مستند میشه و که برای ما مشهود میباشه و قضایایی که بالاخره بحث فساد است، تعلل است و موارد دیگه به اونا رسیدگی صورت میگیره. باز هم از همکارایشان تشکر میکنم، ممنون. سلامت. تماس داریم، بیننده دیگر مونی خط هستن، تماسشون را پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. تماستون وصل است، مهربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی. پنج تایمانی تماس گرفتیم بیادر جان و خوش آمدین، مهربانی پرسشتن. ما کدام گفتنی دیگه ندارم، دیگه قدر تسلیت گفتن هم خوبیت نداره که بیخی عدوس تسلیت گفتن خسته شدین. ما همه که خواهشم از دولت است که کسای درست دولت قرار داره این همی انتحاری، انفجاری، این همی چیزی که میشه باید جلوگیری شده، به خاطر که صبح اولادای ما میره ما تا شام منتظر است که از اولاد ما چی خبر میه. این اشرف غنی که وقت سر چوکی ششته بیغم در قصر خود ششته، چرا اشرف غنی را انتحاری نمیکنن؟ چرا یک بزرگ دیگر انتحاری نمیکنن که رئیس پارلمان است؟ صرف این همی غریبا انتحاری میشه؟ وقتی که از خانش مبرایه بیغم در چه قامیدان مبرایه؟ از دولت خواهش ممیز جنرال بابا جان 5 سال یا 6 سال در کابل جنرالی کرد، قماندان امنیه کابل بود، چرا انتحاری نمیشد؟ وقتی که امنیت کابل در دوش میگرن امرالله ساره گرفت، چقدر لاف زد تاریخ کرد، چرا جوانه مردم کشته میشه؟ چقدر ما گریان کنیم، چقدر یک مادر ماتم ستم رو ببینه؟ مقصد خواهشم از دولت همیست که اگر کنترل کردن نمیتونه زن مردم رو سلح کنه. ما خود ما جنگ میکنیم در مقابل طالب تا که ما رو سلح کنیم که اولادای ما بگا مردم یاد ما. تشکر، خدا حافظ. که تماس گرفتین، شما همچنان اگر پرسش و دیدگاهی در پیوند به موضوع امروز دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. 0791-300-654 شما رو بگونیم مستقیم به مجله صبح وصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک یا تیوی نیوز دات ای اف بزنین. تماس داریم، بیننده دیگر مونی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. مهربانی نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ خواهشان کم بلندتر صحبت کنین، ادامه بدین صحبت هایتون. سلام علیکم. علیکم سلام، مهربانی. مهربانی پرسشتان؟ دوست عزیز، ما بسیار خسته هستیم، ما در بغلان میشینیم، فقط خدا قسم از ما به خیش ایران بازیم عزیز دوست ما سلام باش داخل سلام باش سلام باش باش خانی میرسیم. تماس بیننده ما قطع شد، خواهشان زمانی تماس میگیریم موقعیت درستتر را اختیار بکنید. جناب فرامرز، چی برنامه برای کاهش ماینه مغناطیسی در کابل دارین که این روزا افزایش پیدا کرده؟ اجازه بتن یک موضوع دیگر هم قبل از پاسخ پرسش شما مطرح بکنم، این که وضعیت کنونی جنگ جریان داره و وضعیت مردم ما آنچه که نگرانی های خود را ابراز میکنن به ما قابل درک است. موضوع را چون پلیس در مد اجتماع است بهتر و خوبتر درک میکنه، اما به یک طرف به این وضعیت یا عاملین اصلی این وضعیت را مشخصا اگر صحبت بکنیم به گروه های تروریستی را، اینا به هیچ ارزش انسانی و اسلامی پابند نیستن و هر از گاهی با متواصل شدن به جنایات جنگی با اعمال ضد انسانی ضد اسلامی فاجعه خلق میکنن. از دانشگاه کابل شروع تا ببینن تا کوثر دانش، تا آتش زدن مکتب ها و بالاخره هدف قرار دادن خبرنگاران و بخش های که اصلا دخیل جنگ نیستن، بسیار واضح از خود تعریف میکنن که چقدر جاهل، نادان و تا چه حد اینا بیرحم و وحشیانه برخورد میکنن.
از طرف دیگه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، تیم امنیتی کابل همواره تلاشانی است تا با راهکارهای متفاوت جلو حملات وحشیانه گروه را بگیره. ما در ماه میزان 33 مورد حملات تروریستی گروه در کابل جلوگیری کردیم و به همین ترتیب ما اقرام هم که جریان داره است، عملات زیاد که اینا قصد داشتن در کابل انجام بدن جلوگیری صورت گرفته. به شکل قاطعانه و به شکل جدی همکارای ما در اگمانگی نزدیک با ریاست محترم امنیت کابل، با قماندانی امنی کابل، فرقه 111 کابل کار میکنن. شما روزانه میبینین، شاهد هستن که ما از اطراف مختلف کابل ما اینهای تروریست‌ها تبیه میکنن و به هدف، به منظور هدف قرار دادن افراد بلکی، اونا کشف خونسا میشه. اما متاسفانه چون ما در یک وضعیت قرار داریم که یک طرف دشمن بسیار بیرحم است و به هیچ فرد، به هیچ بخش اینا رحم ندارن، روبرو هستیم. ما راهکارهای بیشتر هم دست داریم که بس تخنیکیش نمیخوایم مطرح بکنم، اما تمام توان با تمام تلاش ما روی هدف کار میکنیم تا دشمن نتانه با آنچه که برنامه ریزی میکنه، طرح میکنه، به موفق شود، که به می شکل هم بوده و تمام برنامه های خود در کابل نتانستن موفق شوند. شما ببینین آنقدر دشمن ضعیف شده که متواصل میشه و ماین های کنار جاده و در ساعات مسکونی ماین ها را تبیه میکنن، در حال که چند پیش شما شاهد حملات از اینا به شکل هجومی هم بودن که فقط ما در این سال یک مورد داشتیم. موتر به ما بود که اینا داخل کابل می ساختن اما این توانمندی را اونا ندارن. حالا متواصل میشن به همچون موارد که متاسفانه تمام این برنامه‌ای را که اینا دارن ما میبینیم تلفات ملکی او در پی داره. یعنی به هیچ وجه در مقابل نیروهای امنیتی ما نمیتونن رسیدگی کنن. اگر به یک دید وسیع ببینن در ولایت‌های کشور در ساعات که جنگ دارن، ما مثال شما میخوایم ولایت کندهار را به تم ولی که به دیشب نوخت شب در مورد حتما شما و مردم افغانستان خبر شدن که بیش از 200 طالب کشته شد و بساط باکسازی شد. اینا تلفات بسیار سنگین میتن در میدان های نبرد، تو ظرفیت و توانمندی را ندارن در مقابل نیروهای، اما در شهرهای کلان مثل کابل کوشش میکنن با متواصل شدن به همچون عملات جاهلانه و وحشیانه به یک نوع تعریف بکنن که هستیم هنوز، اما مشخصا تعریف ضعف خود، جهالت و نادانی خود همیشه مطرح کرد. شکر. تماس داریم بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. مهربانی بله. سلام برادر عزیز، صبح شما بخیر. علیکم سلام، صبح شما همچنان بخیر. مهربانی، نامتون، از کجا تماس گرفتین؟ و شهر مزار شریف ارتباط گرفت برادر عزیز. احمد شاه بخیستم. برادر عزیز، یعنی هستم با شما. ما مدت های زیاد را در مثلا در سنگرها، در جنگها، در مقاومت هم هستم. تماس بیننده ما قطع شد. 0791-3654 شما رو بگونید مستقیم با مجله صبح حاصل میکنه. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک یک تیوی نیوز داد اف بزنین. موضوع برنامه اونجا پست شده، پای پست مرتبط به موضوع امروز دیدگاه و پرسش اگر داریم بنویسید، ما با مهمان برنامه در میان میگذاریم. تماس داریم بیننده دیگر ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستان وصل است. مهربانی، نامتان، از کجا تماس گرفتین؟ بله سلام علیکم. علیکم سلام. مهربانی سلام، مشنوی؟ صدای شما رو داره. مهربانی، من محمد عیسی هستم از اونه شاگرد غربت. خوش آمدین مهربانی، پرسشتان زنده سلامت باشی. در قلم نخست سلام به مهمان عزیزتان و خودتان. سلامت باشین. مهربانی پرسشتم. بخیر باشی. پرسش ما این است که یعنی ما یعنی دلو یعنی افزایش ما این مکناتی تو رو گرفتن میشه و دلو انتخابی فشاری هایی که در کابل میشه یا تو دلو گرفتن میشه. من میفهم که در صد در نشوتی دولا کسایی است که اصلا ولی به نظامی گویی برای از جمله وزیر سر به داخله خودش از فارغ شده از کمپیوتر سایی تماما با ایت وزیر داخله این کار میکنه. ما کسایی داریم با ایت با منحیط از جمله همین نا مرخیل جانوز ظاهر ظاهر همین و بعضی کسایی دیگه که کادرای نظامی هستن و از نظام میفهمن
که جلو وارد نمیگیرن. مثلا جلوس ظاهر بهترین قماندان امنی از دست افغانستان و میشه که ایده فرمانده کابل امنی کابل تاییم شده. اما ایش آلم های بکفایت فعلا نگه نرن از آلم هایی که واقعا کارکشه نظامی هست اینو از اون هایی استفاده نمیشه. از تجربه شان هست، قدر شان هست، سواد شان هست، سواد نظامی شان. آرزومندم که به این رو توجه شده. تشکر از اینکه تماس گرفتین. صحبت جناب فرامرزم می داشته باشیم. من پیش از یک میان برنامه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. دوباره برگشتیم ادامه مجله صبح. بیننده ما روی خط هستن، تماسشون را پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر. تماستون وصل. سلام، صبح شما بخیر. سلام علیکم برادر، خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت باشین. مهربانی نامتون، از کجا تماس گرفتین؟ ما از مزار شریف تماس گرفتیم. خوش آمدین مهربانی پرسشتون. تماس بینده مقصد شدیم فرامرز بر بینده پیشتر ما که تماس گرفته بودن. سلام مجدد دارم خدمت بینده عزیز. خب تلاش به خاطر کاهش انفجارها و عملات توریستی در کابل جریان داره و شکل نیست. من قبلا هم گفتم که تمام برنامه و پلانایی که دشمن داره بتانه به اون موفق شود. اما فراموش نکنیم که به دال جنگ استیم و یک موضوعی است که نمیشه چشم پوشی بکنیم. ما با پای تروریستی در جنگ هستیم و اونا کوشش میکنن تا به عملات تجاری و عملات انتحاری دست بزنن. از مای میزان گفتم از 33 مورد عملات تروریستی در کابل جلوگیری صورت گرفته و می ترتیب در 15 روز ماه اقرب هم برنامه زیاد را دشمن داشته که به خاطر هدف قرار. حتی برنامه مذهبی را شما ببینن روزهای جمعه تدابیر که نیروهای امنیتی به خاطر تامین امنیت مساجد می داشته باشن بسیار به وضاحت نشان می دهد که دشمن حتی به مکان مقدس هم رحم نمی کنه، چی برسه به پانتون، به دانشگاه، به مکتب، به خبرنگار. شما ببینند تا به شفخانه، به طفل نوزاد هم اینا رحم نکردن. پس مشخص است که گروپ های تروریستی گروپ های بسیار وحشیانه هستند. در مقابلشان نیروهای امنیتی ما بس تخنیکیش هم نمی خواهیم زیادتر روش بس کنم، اما این اطمینان هم میتونم که نیروهای امنیتیشان به شکل بسیار قاطع و جدی برای تامین امنیت تلاش میکنن. به شکل درست. نیست که اگر تعلل میشه، غفلت میشه، در او قسمت ها مجبور هستن پاسخگو باشن که مشخص میشه. اما در قسمت مشخص ماین های مقناطیسی راهکار روی دست هست و ما اگر به شما ماهای اول سال 1399 شما چشم انداز داشته باشن می‌بینن گراف انفجار این ماین‌ها زیاد بوده. ما هر روز هم تا 5-6 انفجار در کابل اتفاق می‌افتاد. اما با تطبیق و راهکار کاهش پیدا کرده. ما می‌خوایم به برنامه میثاق امنیتی کابل اشاره بکنم. اگر موافق باشین تماس پاسخ می‌گیریم و برمی‌گردیم به شما. بیننده ما روی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. بله. تماستون وصل است. مهربانی نامتون، از کجا تماس گرفتین؟ بله برادر، سلام علیکم، خوب هستین؟ علیکم سلام، سلامت باشین. من نادیه هستم از قلعه فتح‌الله و تابون شدیم برادر. مهربانی برادر، ما دیگه بسیار دیگه خود ما بیاندازه دیگه که جوانه خود دست میتیم. اقدر خانواده هتیم بی سرپرست بیوه هتیم کل شاره گرفته. برادر در بین مکرویانه حتی نفر که نابلد باشه استادش بکنن. این چه رقم اداری میشه؟ این چه رقم نفر پیر میشه؟ بیخی شرماور است، ولی با حکومت شرماور است. من خانم خانه هستم که چون بیوستم شوهر خودم در اداری شهید شده. امروز خبر یواش یواش شنیدیم گریه دارم. طبقه گریه کنیم، طبقه تیمای خدا نگاه کنیم، طبقه گمهی کنیم، طبقه دست فروشی کنیم، طبقه مردم بد بته، مامارنان بته، اون ملت بشنوه، اون ملت و ملت اتونا را جمع کنین، نخواهیم تاری را بس کنین. نفروشین وطن را، نفروشین ملت. ملت بیخی شرمی، افغانستان ملت شرمنده شده. اتیمای ما نان نداره، ما نان نداریم، زمستان کشیدیم، ما جوانایم فرزست میتیم،
خانه نداریم، به خانه کرایی زندگی داریم. حالت افغانستان بیخی حالتش رو بودیست. عبیت کار کنید که مرد زنه سلا بتین مقابل طالب به جنگه. بچه هم دو ساله دارم، چه داره دختر دارم، می جنگم کنی طالب خودم می جنگم. ما بسه رسیده اون ملت. اون ملت هشت بچه صبح بطره خون می خورم، در خانه خون مفته. از این که بچه ها شامش امرای و کمک میکرد. اتجاد غذایی کنم اون بده خیبه پیش شفته بودو. سرطی به من دست میکشید، برای میگه خورتی باید کلان میشه. برای من کمک میکرد. اون ملت خواب برده بیدار شده. بیدار شده که اتیم دوی قابل اتیم گرفت، وی قابل دستفروش گرفت. روی قابل افغانستان با شمار اولاد ما اتیم و معاملت بشنود، بیوی معاملت بشنود. چرا بیدار نمیشه؟ او آقای غریب بیدار شو. من دو نمیزنم. این کار کار طالب است. طالب مرگ و طالب. مرگ و طالب که از آره خانه را بیشتر نمیشتم. از آره خانه را بیشتر نمیشتم. از آره زر بیوزم. اولادای گلموری مرا تیم ساخته و بلد. او بلد بیدار شده. بیدار شده. خواستید بیدار شده. سرکی با سر بیار دل بسوزنه. این تو جوانه نظرین فامیده و رو شرزک را باز دست میتیم تا چی واده. ما در تلویزیون تلفات میتیم، در تکیخانه تلفات میتیم، در دانشگاه تلفات میتیم، در گوستا تلفات میتیم، در کلپای ورزیشی تلفات میتیم. چرا تا چی واده؟ ای از آره شدی، افغان شدی، تاجک شدی، ازبک شد، چرا؟ چرا؟ سلامت باشم. جناب فرامرز. خب من فکر میکنم هیچ گونه پاسخ قابل قناعت به وی خواهر ما یا دوستایی که مشنوند این مورد نخواهد بود. پاسخ اصلی را باید گروه تروریستی طالب بده. طالبایی که میبینند که مردم را به چی وضعیت میرسانند، اما پاسخ را که نیروهای امنیتی ازشان میگیره و متفاوت است. من دیروز هم اشاره کردم به اینکه به تا چی اندازه اونا تلفات دادن، اما به تمام عامل بدبختی هایی را که شما میبینین و تلفات را که ما داریم از افراد ملکی متاسفانه مسئول اصلیش طالب است. تو طالب به عنوان مادر تروریسم در افغانستان به تمام گروه های تروریستی زمین در مساید ساخته تا از مردم ملکی که داخل جنگ نیستن قربانی بگیره. شما ببینین هیچ دین، هیچ آیین، هیچ کتاب، هیچ حکومت، هیچ جایی را شما شاید نیستن که در قوانین جنگیشان ای مشخص باشه که یا میتونن شما به مکتب، به دانشگاه، به خبرنگار، به طفل، به کهنسال یا به خانم شما عمله بکنن. اما با شکستاندن تمام این مرزها نهایت وحشت خود همیشه نشان میتن. این را باید پاسخ بگوین به ملت افغانستان. در کنار از او پاسخ را که نیروهای امنیتی میگیره یه خیلی سنگین تر از این است که من فقط در واژه و در حرف بردان بگویم. ما به عنوان محافظین مردم تمام تلاش خود را میکنیم. شما ببینید همه روزه نیروهای امنیتی ما قربانی هم میده به خاطر حفاظت از مردم، به خاطر حفاظت از این خاک. اما وقت قربانی میده قربانی هم خواد گرفت. تشکر. تماس داریم. بینید دیگر مولی خط هستن، تماسشون رو پاسخ میدیم. سلام صبح شما بخیر. سلام صبح شما بخیر. امین بیک از کابل است. خوش آمدید مهربان. سلام به شما، سلام به میهمانتون. متاسفانه امروز هم یک پانی مقناطیسی جان یک جوان عزیز ما را که ما سیاوش از گرفت به خانوادهشان تسلیت عرض میکنم. دوم از جناب فرامرز پرسیدم میکنم خودشان به صورت یک مسئول امنیتی چقدر از امنیت کابل راضی هستند؟ همکار یک سوال داشتم. تشکر. بسیار زیاد تشکر از برادر عزیز ما. خب وضعیت قابل قناعت بر ما هم نیست، وضعیت امنیتی و مطمئن هستم به مردم هم نیست و تلاش ما ای است تا وضعیت به طرف مثبت تغییر کنه. ما اگر به دو بخش امنیتی در کابل تقسیم بکنیم، یکی بحث جرایم جنایی است که در این قسمت خیلی کار شده. ما در حداقل یک ماه گذشته روزانه ما 10 تا 15 تا 20 واقع جنایی می داشتیم که متاسفانه حوادثات هم قربانی های گرفت از مردم، اما این کاهش پیدا کرده به 2-3 واقع در روز که عاملینش هم بازداشت میشه. ما حداقل در دو هفته گذشته نزدیک به 100 تن از افراد که در بدامنی کابل نقش داشتن بازداشت کردیم. بحث جرایم تروریستی هم که مشخصاً جرایم تروریستی روی امنیت کابل تاثیر گذاشته،
در این بخش هم تعداد بازداشت شدن که اینا در قسمت ماینگذاری ها، در قسمت طرح و برنامه های تروریستی در کابل نقش داشته و تحقیق هست، باید انکشاف کنه قضیه جزئیاتش باشه و بعد. اما در قسمت کشف و خونسازازی ماین ها که از طرف افراد صورت میگیره، در این قسمت هم تلاش است. وضعیت کنونی قابل قناعت برای پلیس کابل نیست و شب روز تلاش مایی است تا وضعیت تغییر بکنه و ما شاید امنیت بهتر از امروز باشیم در کابل. درست. بینده دیگر رو مولی خط هستن، تماسشون رو پاسخ میدیم. سلام، صبح شما بخیر، مهربانی. میخواستم کمی صحبتی داشته باشیم با مینان عزیزتان. مهربانی. سلام، درود بر شما و بیننده های عزیز. و میخواستم درباره نامی ولایت سرپل گپ بزنم. بفرمایید. تشکر برادر، زنده باشین. امی ناامنی هایی که در طبق شمال هم که داریم بسیار ناامن است. چرا ناامن است؟ چرا این مقام های حکومتی ما هیچ توجهی نداره در قبال مردم افغانستان و در قبال نیروهای افغانستان و هیچ کدامشان چی نداره؟ چرا جوالی در چوکی والی شیسته؟ چرا؟ درست، تشکر از اینکه تماس گرفتین. اگر در رابطه با امنیتی بلایت هم نگرانی دارین، در روزهای بعد سخنگ وزارت امور داخله رو با برنامه می داشته باشیم و پرسش ها و دیدگاه شما رو با اون هم در میان می گذاریم. شما همچنان اگر در پیوند به موضوع امروز پرسش و دیدگاه دارین، راه ارتباطی برنامه در اختیار شما قرار داره. اگر تماس شما برقرار نمیشه میتونین سر به نشانی فیسبوک activenews.af بزنین، دیدگاهی را که شما فرستادین و همچنان پرسشایی را که داشتین در لابلای برنامه با مهمان برنامه در میان میگذاریم. یک تماس دیگر هم پاسخ میتیم. بیننده ما روی خط هستن، سلام، صبح شما بخیر. تماس هم وصل است، مهربانی. سلام، صبح شما بخیر. صبح شما همچنان بخیر، مهربانی. ما با سخنگوی قماندانی امنیه 100% موافق نیستم. اینا وقتی با پرده تلویزیون میان ای تو چیره به جانب به خود میگیرن و ای تو چیزای به ما میگوین که دور از واقعیت ها میباشه، به خاطر از اینکه اینا چوکی را نگاه کنن، وزیر داخله را خوش بسازن، رئیس جمهور را خوش بسازن، سرقماندان علا خوش باشه، بیش از 30 میلیون نفوس از این مملکت خفا میسازن، دق میسازن. لطفا آقای سخنگوی صاحب قماندانی امنیه، چیزی که حقایق از ما خبر داریم از شما که در پیشتر ما خبر میشه، مامور بگویید. عاملین حوزه تام غیر مسلکی، مدیرای جنایی تام غیر مسلکی، قطعات مستقلی که کندکاست که تحت امر قماندانی امنیت یا کلش یا وکیل مقرر کرده یا سناتور یارا مقرر کرده یا پیسه دادن به پیجنوال وزارت داخله دلار داده یارا مقرر کرده. اینجا لطفا امنیتی نفر مسلکی را، منصبدار کدری را، منصبدار وطن دوست را، منصبدار با ایمان با وجدان مقرر بکنی. کسی که از اکادمی پلیس فارغ شده دوم سارم و میاد خدمتش هم حداقل کمتر از 10 سال باید نباشه که تجربه داشته باشه. در تمام اوزای امنیتی کابل که 20 حوزه است یا کم است یا زیاد است، شما مشکل داری. در خود چوکات قماندانی امنیت شما مشکل داری. در ریاست تحقیقات جرایم جنایی شما مشکل داری. در لوجستیک مشکل داری. کسی امروز عمر انزه مقرر شده که نه در تعلیمات نامه می فهمه، نه در اصول نامه می فهمه، نه در خدمات داخله می فهمه، نه هم اوتوریته آمریت اوزه را میاده هم داره اینم یا نه. ضرور نیست که ما از طریق مدبوعات و افشا بسازم که فلانه عمر انزه هست. چور هست، چطاول هست، شرم هست بلیاز خدا. که نمیتونی آبرو مندانه اعلام که چلکی را. یک نفر مسلکی به خدمت بکنم این وطن تا چه وقت ما بمریم؟ تشکر از اینکه تماس گرفتین. تشکر جناب فرامرز. تشکر از دوست عزیز ما، احساس میکنم که یکی از منصوبین نظامی باشن. خب بحث قضاوت روی دانش مسلکی پلیس ما، من فکر میکنم نیاز به یک بحث کلان خواهد بود، چون در اولویت رهبری وزارت امور داخله و قماندانی امنی کابل بحث مسلکی شدن پلیس هست که ما موازی با وظایف اصلی خود برنامه تعلیم آموزش پرسنل ما را هم همه روزه ادامه میدیم.
ما پلیس که حداقل 6 سال قبل داشتیم در کابل با فعلا غیر قابل مقایسه است. از دیدگاه دانش مسلکی بیشتر غنی شدن پلیس ما. هر روز ما تلاش مایی است تا ما بتانیم پلیس ما را با دانش مسلکی بیشتر آراسته بکنیم. ممکن کاستی های وجود داشته باشه در اداره قمندانی امنی کابل و عملا کار میشد هم در خود قمندانی امنی کابل هم از رئیس وزارت محترم امور داخله تا اصلاحات جدی در بخش هایی که نیاز است آورده شود و او نتیجهش به تمام مردم ملموس باشد. موضوع مورد که اینا بیان کردن در تمام این بخش ها که نه، اما در بعض از بخش های قمندانی امنی کابل مشکلات است که هر روز او بازنگری میشه به خاطر حل و مشکلات راهکارهای مسلکی و جدی روی دست گرفته میشه و عملا تطبیق میشه. درست. تماس داریم بین دیگر مای خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستون وصل است. مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ من نام گفتن نمیتونم، از کنتز به تماس گرفتیم. مهربانی، پرسشتن. سلام بیاره. علیکم سلام، مهربانی. از کنتز به تماس شدیم، میخواستم راجع به می امنیت افغانستان و من جمع صحبت بکنم. مهربانی. راجع به می که خود مردم افغانستان اینا همشان پلیسی بیچاره را ملامت میکنن، در حاصل که کل موضوعات اینمی کسایی که در چوکی میشنن اینا کلشان قدرتمند هستن و اینا کسایی را در حمله انتحاری و در می جنگ برابر میکنن. پلیسی بیچاره که مظلوم هستن از بیسواتی و بیکاری از اینا استفاده میکنن، مردم افغانستان جوانانش کلش به قتل رساندن و من از دولت شکایت ندارم، از مردم افغانستان شکایت دارم. مردم افغانستان اقدر بی‌غیرت شدن، اقدر بی‌غیرت شدن که همیشه جوانانشان در مقابلشان شهید میشن، خانمایشان در جمعشان در همیشان بیوه میشن و خانمایشان سر دخترایشان تجاوز میشن. به هر حالت مردم افغانستان مشکلات قبول میکنن و هیچ کس صدای خود بلند نمیتنن. هیچ کس اگر واقعا اینا غیرت داشته باشن، اگر این مردم غیرت داشته باشن، بلا اگر بخواهیم که اینمی از رئیس جمهور گرفته تا آخرین چوکیی که میشینن اینا را کلشان برباد میکنن، از چوکی پایین میکنن و یک آدم خوب خودشان باید سفحانی رای دادن. خودشان همین پلیسی که آمدن در تلویزیون امیالی آمدن، این پلیس هایی که دفریشان شهید میشن، از آران پلیس شهید شدن امیالی پسان پرین همشه دروغ میگن. درست. تشکر از اینکه تماس گرفتین دیدگاهتون را. شریک ساختن جناب فرامرز در قسمت همکاری مردم با پلیس کابل و همچنان برنامه میثاق امنیتی. خب مشخص بیشتر روی از این مورد میخواستیم بیشتر بحث بکنیم. مردم کابل میفهمند که بدون حضور خودشان در کنار نیروی امنیتیشان، بدون همکاری مستقیم مردم، ما به امنیت که توقع داریم دست پیدا نمیکنیم. هر دو طرف هم مردم هم نیروی امنیتی که اینا در زیر سقف برنامه میثاق امنیتی کابل عملا ما کار میکنیم با مردم و مردم با ما کار میکنن. درست. همکاری مردم اهمیت به سزای خود را در تامین امنیت داره. کمیت که در کابل زندگی میکنند بالاتر از 6 میلیون و از یک طرف اگر ما ارقام مشخص حدود تا 20,000 نیروی امنیتی باشه، شما ببینن یک تفاوت بین این کمیت انسان ها است. چقدر خوب است که ما مشترکاً این انسان هایی که در کابل زندگی میکنند با درک شرایط و با مسئولیت پذیری شهروندی بیم همکاری بکنیم با نیروی امنیتی خود. شما باور بکنن که هیچ جرم از چشم مردم پنهان نمیمونه و هیچ مجرم نمیتونه به شکل پنهانی از مردم زندگی بکنن. اطلاع مردم با ما، همکاریشان، تماسشان، ما هر روز تلاش داریم با مردم خود بشینیم صحبت بکنیم از راهکارهای مختلف، از دریچه های مختلف. مردم اگر با ما نباشن و همکاری نکنن در چوکات برنامه میثاق امنیتی کابل که عملا قسم گفتم کار میشه، ما به نتیجه قابل قناعت دست پیدا نمیکنیم. آرزو میکنم این همکاری بیشتر شوه و هر قدر این همکاری بیشتر شوه با موحد جرایم حالا جرایم مختلف کاهش پیدا میکنه. با امید همکاری های بیشتر مردم. تماس داریم بیننده دیگر مونی خط هستن. سلام، صبح شما بخیر. تماستون وصل است. مهربانی، نامتان از کجا تماس گرفتین؟ احمد جاوید هستم، زولت ایران. خوش آمدین مهربانی. بعد سلام بر مهمان برنامه تان فردوسیان.
ما باوری که فرمان صاحب یک دوستایم است با اونا شناسایی کامل دارم، نمیخوایم انتخابات مکمل با باید یک شهروند یعنی بالای پلیس بندازیم. درست پلیس در خود ولایت کابل تا حد کار خود را انجام میده، هم و فراموش نکنیم که در افغانستان سالهای سال است که و خصوصی 20 سال آخر نه تنها در کابل در تمام ولایات پلیس همدست مجرم بوده، تعدادی نه اکثر تعدادی بوده، هم و این را فراموش نکنیم که فعلا هم در خود ولایت کابل جرمهای جنایی و مشکلاتی که وجود دارد در ناحیه های خود ولایت کابل اکثرا پلیس به او دست دارد، چون تعداد پلیسی که خائن هستند ما نمیگه همه گیر یک تعداد اندکی، اونا هم نام هم را باز کردن و هم ساحه را رای برد رسیدن. اما میایم سر یک موضوع دیگه که از روز که آقای صالح امین برنامه ساعت 6:30 را عیاد ساختن من فکر نمی کنم کنم برنامه خوبی بوده باشه. تشکر، فرصت برنامه تمام است. ممنون از شما همچنان جناب فردوس فراوان، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل که پیدا کردین. وقت شما خوش. ممنون از شما همچنان که تا بیننده مجله صبح بودین. تا فردا، خدا نگهدار.